سرخط خبرها و مهمترین ها. جذب جنگجویان توسط داعش، طالبان ادعای جنرال آمریکایی را رد کردن. آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در 3 سال اخیر حدود 31% افزایش یافته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران، طالبان در 2 روز 11 خبرنگار را بازداشت کردند. زن و مرد ازبک، طالبان را از بیخ ریشه نابود کردند. و امشب کمر سیاف خم شد. مشروع خبرها. ریاست استخبارات حکومت طالبان اظهارات اخیر جنرال کن مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده، مبنی بر این که گروه داعش در حال جذب جنگجویان جدید در افغانستان است را رد کرد. جنرال مکنزی روز جمعه 5 مارچ در یک کنفرانس ویدئویی به خبرنگاران گفت که آزادی جنگجویان داعش پس از تسلط طالبان بر افغانستان و شکست شدن زندان‌های بگرام و پلوچرخی بیشتر داعش را تقویت کرده است. فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده افزود که هزاران جنگجوی داعش هنوز در افغانستان حضور دارند و تلاش میکنند به ایالات متحده حمله کنند. اما ریاست استخبارات طالبان این اظهارات جنرال مکنزی را به شدت رد کرده و آن را بخش از پروپاگاند استخباراتی و یک نوع کمپاین برای داعش خوانده است. این ریاست در توییت نوشته است خوارج داعش پروژه اطلاعاتی اشغالگران بود که با پایان اشغالگری به طور کامل از بین رفت و اکنون این فتنه در هیچ نقطه ای از کشور حضور فیزیکی ندارد. ما به ملت، همسایگان و جهان اطمینان می دهیم که خوارج یعنی داعش دیگر در افغانستان موضوع نگران کننده نیست. این در حالی است که پس از مسلط شدن در افغانستان، در نتیجه حملاتی که گروه داعش خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، در ولایت‌های مختلف این کشور صدها نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. با این حال جنرال مکنزی گفته است که با آغاز فصل بهار داعش ممکن است عملات خود را در افغانستان تجدید کند، اما افزود که طالبان در تلاشند تا عملیات داعش را محدود کنند. استخبارات ایالات متحده و چندین کشور دیگر هشدار دادند که پس از مسلط شدن گروه طالبان در افغانستان، شمار تندروان داعش خراسان در آن کشور در مقایسه با سال گذشته 2 برابر شده و حال تعداد آنها به بیش از 4000 نفر می رسد. مقام های میان رتبه وزارت دفاع امریکا نیز در ماه اکتبر سال گذشته به قانونگذاران ایالات متحده هشدار دادند که گروه داعش خراسان قادر خواهد شد تا ظرف 6 ماه آینده بر ضد غرب حملات تروریستی را انجام بدهد. اما حال استخبارات ایالات متحده تخمین می کند که شاخه داعش خراسان احتمالاً بین 12 تا 18 ماه آینده قادر به هم انجام حملات بر ضد غرب شود. آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در 3 سال اخیر حدود 31% افزایش یافته است. گزارش از صدای آمریکا. آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان نشان می‌دهد که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه از سال 2019 تا ختم 2021 میلادی حدود 31% افزایش یافته است. جاوید حجیر، سخنگوی این وزارت، روز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که در سال 2019 میلادی 764800 کودک کمتر از سن 5 سال به سوء تغذیه مبتلا بودند که این آمار در 2020 به بیش از 906000 و در سال 2021 به 999000 و 498 افزایش یافت. آقای عجیر افزود که از شروع سال 2022 به این سو 59883 کودک زیر سن 5 سال به سوی تغذیه حاد و 137097 کودک به سوی تغذیه متوسط مبتلا شده است. مختار وفایی، خبرنگار اندپندنت فارسی، در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش می‌دهد: پس از برکناری مولوی نورالدین از ولایت تخار، تلاشی خانه به خانه طالبان ازبک در ولسوالی در قد تخار آغاز شده است. هدف این تلاشی ردیابی و کشف سلاح‌های مربوط به مولوی نورالدین است که گمان می‌رود در خانه فرماندهان ازبک نگهداری می‌شوند. مسئولیت تلاشی خانه فرماندهان ازبک را مولوی مصطفی، مدیر استخبارات طالبان، در درقد بر عهده دارد. مولوی نورالدین هفته گذشته از کارش به عنوان ولی طالبان در تخار برکنار شد و به عنوان معاون وزارت فواید عامه این گروه معرفی گردید. صمد حامدپویا در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش می‌دهد:
فهیم کهدامنی که از حواریون و ساسیاف بود به تازگی به شاخه جمعیت استادت محمد نور پیوسته و به همین دلیل او را به دبی دعوت کرده است. فهیم کهدامنی که سالها برای حزب دعوت لابیگری کرد و به آن حزب پیوست، در این اواخر حزب دعوت را ترک کرده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران: طالبان در دو روز 11 خبرنگار را بازداشت کردند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در دو روز گذشته 11 خبرنگار و مسئولان برخی رسانه‌ها را در کابل و برخی ولایات دیگر بازداشت کردند. این کمیته ناوقت روز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که در این مدت 7 خبرنگار به شمول مسئولان تلویزیون خاور و تلویزیون 7 در کابل و عطلخان استانکزی رئیس تلویزیون همیشه بهار در ولایت ننگرهار توسط افراد طالبان بازداشت شده است. این کمیته همچنین افزود که در دو روز گذشته افراد طالبان وارد تلویزیون خصوصی طلوع نیوز در کابل شده و اخبل واکساپی، مدیر خبر بهرام امان، مجری و نافع خلیق، مسئول حقوق این تلویزیون را بازداشت کردند. این کارمندان طلوع نیوز پس از چندین ساعت توقیف روز گذشته توسط دارای استخبارات طالبان دوباره رها شدند. نهادهای حامی خبرنگاران تا کنون درباره رهایی 8 خبرنگار و مسئول رسانه‌های خبر 7 و همیشه بهار معلومات ندادند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از ادامه خشونت و بازداشت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است کمیته مسئولیت خبرنگاران به این باور است که بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای بر وضعیت عمومی رسانه‌ها و کارهای رسانه‌ای تاثیر منفی می‌گذارد. این کمیته همچنین اضافه کرده است که ادامه این وضعیت آزادی بیان را در این کشور متاثر خواهد ساخت و روند اطلاع رسانی برای شهروندان افغان و حق دسترسی به اطلاعات را صدمه خواهد زد. این نهاد حامی خبرنگاران گفته است که اقدامات اخیر طالبان علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور در تعارض با قانون رسانه‌های همگانی افغانستان است که به تازگی از سوی طالبان اعلام شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان همچنین خواستار پیگرد جدی بازداشت‌های مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران شده و از این گروه خواسته است تا کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای را هر چه زودتر دوباره فعال کنند. ادامه خشونت‌ها و بازداشت خبرنگاران توسط افراد طالبان در کابل و اکثر ولایت افغانستان در روزهای اخیر واکنش‌هایی را به دنبال داشته است، اما استخبارات طالبان روز گذشته بازداشت شماری از خبرنگاران را توجیه کرده و آنان را به پایمال کردن ارزش‌های اسلامی و نشر تبلیغات علیه نظام متهم کرد. این اداره طالبان با نشر اعلامیه گفته از بعضی از رسانه‌ها موارد را نشر می‌کنند که احساسات دینی جامعه را مجروح ساخته و امنیت ملی ما را تهدید می‌کردند. بر علاوه آن، عناصر شریر و شرانداز مواد تبلیغاتی خود را علیه نظام از متابعات این رسانه‌ها دریافت می‌کردند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش.